خریداری نمایید. آدرس 18 با افراد با تجربه در امور مسافرت های شما به تمام نقاط جهان و خصوص افغانستان با تیارات آریانا به قیمت مناسب در خدمت شما. ولی شما می توانید با آمدن خود خانم بلقیس اشپوری با تجربه 15 سال در قسمت عقض تکتای مسافرتیتان به شماره تلفن ایریا کود 510-471-2345 در شهر یونین سیدی بیریا به تماس شوید. آدرس 32150 الفرادو بلوارد یونین سیدی کالیفرنیا 94587. سلام، با تقدیم سلام و احترامات فراوان برای یک و یکی شما عزیزانی که نشستین و برنامه امروز ما را میبینین، امیدوار هستم که دارای صحت و سلامت کامل باشین و روزگار به طبق میلتون سپری شود. خوشحال هستم که بعد از اینکه چند هفته به سفر حج رفته بودم و حالا دوباره پس برگشتم و امروز برنامه را باز به صورت زنده بر شما عزیزان تقدیم میکنم. خب، سفر حج هم سفر بسیار عزیز بود و خب خوشحال هستیم از اینکه دوباره برگشتیم و برنامه رو دوباره به صورت زنده برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. پیشتر از همه عید گذشته را برای یک و یک شما تبریک میگم و واقعا عبادت ها و او عزیزانی که تانستن و به حج رفتن، خداوند عبادت های از اونا را هم قبول کنه، حجشان را قبول کنه. و شما عزیزانی که نتونستین در حج برین، خداوند نمازتان و عبادت هایتان انشاءالله قبول کنه. و از طرف دیگه هم سال نو عیسوی است که سال 2008 شروع شد و این سال نو هم برای یک و یک شما تبریک میگم. اگرچه سال نو عیسوی که ایر عیسوی ها از تولد حضرت عیسی گرفتن، خب در بعضی کتاب ها هم میگن که حضرت عیسی در ماه اکتبر تقریبا تولد شده. خب به هر حال همین شروع سال شروع تولد حضرت عیسی گرفتن و ما و شما هم که در غرب زندگی میکنیم، خامخا این سال نو بر ما هم تغییرات میاره که مجبور هستیم بلای خود از بات به می 2008 نوشته کنیم و در همه مسائل زندگی دیگه. و اگرچه ما سال نو هجری شمسی را از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه گرفتیم که از او 1386 سال میگذره و که انشالله در شروع بهار است که وقتی که سال نو هجری شمسی شد، انشالله او وقت هم برای که دیگه سال نو تبریک میگیم. و از طرف هم مقبولی دین اسلام در همی است که نه تنها ما برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و به قرآن شریف ایمان داریم، قسمی که در قرآن شده گفته شده بار بار و کتاب های دیگه و به پیغمبر های دیگه هم ایمان داریم، که نه تنها ما برای حضرت عیسی بلکه برای حضرت موسی، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم که تقریبا 25 نفر از پیغمبرها نامشان در قرآن شریف ذکر است که ما به هر کدام از اینا احترام خاص خودشان و همچنان برشان ایمان داریم. خب که حضرت عیسی هم یکی از اوناستن و تولد حضرت عیسی بر ما هم مقدم است. خب از این نگاه این تولد امی سال نو ما هم بر یک و یک شما عزیزان تبریک میگم و امیدوار استم سال پرفیض و موفق و کامیاب باشه و انشالله یک سال نیکو و پیشرفت بر افغانستان عزیز ما باشه. و روی همین منظور از واشنگتن دی سی از سفارت افغانستان هم تلفن داریم که خود آقای سید طبیب جواد که سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی در امریکا هستن،
خودشان تشریف ندارن، در مسافرت هستن که در افغانستان رفتن، اما مستشار سفارت آقای اشرف جان حیدری لطف میکنن، روی خط میاین و پیام دارن به خاطر سال نو و همچنان عید گذشته برای شما عزیزان، برای جامعه افغانی و برای جوانان عزیز که وقتی روی خط آمدن باز من تلفنشان میگیرم تا پیام خدا بر شما عزیزان بدن. خب در برنامه امروز چیزایی را که جای دادیم عبارت از راز دل هفته است. یک گزارش هم داریم از سفر حج که ما داشتم. خب میفهمین در روی سفر حج خودش هم یک سفر تفریحی یا یک وکیشن نیست، بلکه یک وظیفه است و آدم فوق العاده مصروف میباشه، اما خب باز هم کوشش کردیم یک گزارش براتون داشته باشیم. و کم و کاسی اگر در ایش هست از شما بخشش میخواییم، به خاطر از این که شما میفهمین که در اینجا خود آدم بر علاوه از این که بسیار مانده میباشه و حتی پای درد و اینا، خب یک مریضی سلفه و ریزش و گلوندردی و تاو اینا هم حتما آدم میگیره. خب با همین گپا که هنوز هم ما خودم هم کاملا خوب نشدیم و کم و کاسی در صدای ما هم هست، معذرت میخواییم، امیدوارستم با بزرگواری ببخشید. و دیگه همین دیویدی به حساب همین چند شات را هم که گرفتیم، ایران با یک کمری بسیار عادی گرفتیم. خب گفتیم یک چیز دستاویز داشته باشیم که از اینجا بر شما عزیزان آوردیم، که بر کسانی که ایت نرفتن بر از اونا به حساب یک رونما یک چیز را میگه که یعنی چطور هست. و اونایی هم که در همین امسال رفتن برای از اونام خوب است که یادشان میاد جایایی که رفتن. و او عزیزانی که در سابق ها رفتن میبینن که چه تغییرات زیاد واقعا آمده در بسیار ساختمان ها، در بسیار سرک ها و اینا، که برای از اونا هم خواهد جالب باشه. از این سبب انشالله همین دیویدی رو هم داریم و همچنان دو آهنگ بسیار مقبول داریم و راز دل هفته را داریم و تلفنی که داریم از واشنگتن دی سی و همچنان یک قصه کوتاه را هم جای دادیم و یک پارچه شعر هم در برنامه داریم که امیدوارستم این برنامه مورد علاقه‌تان قرار بگیره و انشالله با این ساحتی که با هم دیگر هستیم یکی از دیگر بیاموزیم و از بودن یکی دیگر انشالله لذت ببریم. خب حالا میریم به سراغ راز دل این هفته. و روز دل ای هفته را خواستم درباره میان روی و اعتدال کم صحبت کنیم، که واقعا اعتدال و میان روی در زندگی بر علاوه زی که بر انسان یک آرامش میده و انسان به حساب از استرس و هیجان انگیزی دور میکنه، بر آدم یک پیس در دلها میاره و همی بسیار یک روش و یک روی خوب است اگر آدم در تمام موارد زندگی خود همیره مد نظر بگیره. مثلا اگر ما در قسمت دین خود ببینیم، میبینیم که خداوند در چندین آیه ها در قرآن شریف آمده که شما مدین بر شما آفریدم و شما براتان ایر سخت نگیرید، ما براتان دین آسان آفریدیم. و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بارها از مردم خواستن که زیاد روی نکنن و تا اندازه‌ای که برشون گفته شده در همون اندازه، در همون معیار کوشش کنن که باشن. و مثلا آدم میبینه در همین سفر حجی که من رفتم، بعض عزیزان نه تنها یک بار و دو بار، بلکه پنج بار و ده بار و حتی 20 بار بود که در حج رفتن. خب خدا حجشان رو قبول کنه، اما چقدر خوب است که بزنی که ما هر دفعه حج میریم در عمره بریم. و عمره از یک سون ما میتونیم که حج عمره، چون فرض حج یک دفعه فرض است و وقتی که ما عمره میریم اقلا بیروبار وقت حج برای کسایی که دفعه اولشون است و نرفتن بیروبار کمتر میشه و هم در وقت عمره ما میتونیم زیادتر با پیس و با آرامش قسمی که دل ما میخواه عبادت کنیم، چون در وقت حج همیشه پروگرام شدگی است کارا و وظایف، آدم باید به وقت معین در یک جای باشه، به وقت معین دیگه کار دیگه کنه و اینا. در وقت عمره یعنی آدم میتونه بسیار ریلکس تر و آرام تر عبادت کنه و هر جای بره ببینه، مکه بره، مدینه بره، دیگه زیارت ها بره و اینا.
خب به هر حال اگه ما این مسائل همین میانه روی مقبول را که دین ما بر ما گفته، اگه ما در مسائل زندگی یعنی روزمره و اجتماعی خودم ببینیم، میبینیم که چقدر آلاست. فرض کنیم مثلا اگه یک پدر مادر، یک مادر میره بیرون بر اولادای خود میگه که خب وقتی که من نیستم کوچیکین خانه رو پاک کنین و مثلا یک آشپزی کنین یا یک چند رجایی یا رخت میمانه، میگه که ایران بشه. یا پدر میره و بر بچه خود میگه وقتی که من پس آمدم همین دیوال رنگ کن. خب وقتی که مادر دوباره میایه که اولادها این رختایی را که شوشتن نه تنها یک دفعه شوشتن، بلکه بعد از اینکه شوشتن و خشک کردن دوباره در ماشین انداختن، باز شوشتن، باز خشک کردن، باز انداختن، باز خشک کردن، باز انداختن و همینه به حساب 10 دفعه و 20 دفعه تکرار کردن. و یا او پدری که برای بچه خود گفته دیوال رنگ کو، وقتی که پس میآیه میبینه که بچهش نه تنها دیوال یک بار رنگ کرده، بلکه باز که خشک شده باز رنگ کرده، باز که خشک شده باز رنگ کرده، یعنی 10-20 بار همین دیوال را که پدر فقط ازش یک بار خواسته این رنگ کرده. خب در این بار میبینیم که یعنی پدر و یا مادر از اینا یک دفعه مو کار خواسته بودن، اما وقتی که این چندین بار میشه، از یک سون مواد که زیاده استفاده شده و از یک طرف وقتی که زیاده استفاده شده و یعنی خواهش یک دفعه بوده. در مسائل زندگی هم یعنی ما میبینیم که زیاده روی یکان دفعه باعث استرس و باعث یعنی وقت آدم به صورت عوض از اینکه آدم برای یک کار دیگه کنه یا یک فایده دیگه برسانه در زندگی خود یا در اجتماع خود، آدم وقت آدم یعنی برای یک چیز اوور و اوور یعنی دوباره و دوباره به مصرف میرسه. خب امیدوارستم که همه ما هم ازارها از این مثال در زندگی خود هر کدام ما داریم. امیدوار هستم با این مثال های کوچکی که من دادم انشالله خود ما همه ما کوشش کنیم از میانه روی در زندگی، در تمام مسائل زندگی اگر میانه رو باشیم واقعا استرس ما کم میشه و زندگی را لذت هایش زیادتر میبریم و از هر لحظه خوش میباشیم و هم میتونیم وقت داشته باشیم به کارهای دیگه خود. خب به این امید میریم اگه آهنگ مقبول میبینیم و این آهنگ مقبول هم از حبیب جان قادری است که بسیار مقبول خواندن، خواندن یا علی یا علی، و میریم به این آهنگ مقبول میشه. با ما باشین، دوباره پس میگردیم گفتنی ها هم زیاد. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali.
یک تلفن ما داریم از اشرف جان حیدری، مستشار سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی، و فکر میکنم بر ما گفتن که آقای اشرف جان حیدری روی لین هستن و ما اونا روی لین میارم تا که پیام خدا برای شما عزیزان، برای تمام جوانان عزیز به خصوص و تمام جامعه افغانی بتن. بله بفرمایین، سلام، روی خط هستین. بله؟ بله سلام علیکم. بله السلام اشرف جان، خوب هستین؟ سلام علیکم، تشکر، شما خوب هستین؟ زنده باشین، تشکر. صدای شما روی لاین است، روی خط است و همه افغانای عزیز صدای شما رو میشنون. و اولتر اشرف جان، من از شما تشکر میکنم از اینکه شما بازم به وکیشن هستین و در کانادا هستین، اما باز هم وقتتون فدای جامعه افغانی و خصوصا جوانا میکنین و به برنامه ما اومدین. یک دنیا من سپاسگزار هستم. تشکر از شما که بر ما فرصت عزیزه دادین که امرای شما و از طریق شما با هموطنان عزیز و جوانای عزیز در امریکای شمالی حرف بزنیم. خواهش میکنم، بفرماین، میکروفون در اختیارتان است. تشکر. فقط پیغام از طرف سفارت افغانستان به خصوص از طرف جناب سفیر نماینده فوق‌العاده افغانستان است افغانستان و تمام اعضای سفارت و شخص خودم سال نو عیسوی را و عید گذشته را به تمام هموطنا و جوانای محترم در امریکا و بر شما تبریک میگیم. زنده باشین، تشکر. بله اشرف جان، یک دنیا تشکر. ما هم بر شما تبریک میگیم و امیدوار هستم تبریکی ما را به تمام کارکنای سفارت هم بگوین و حالا هم اگر پیامی برای جوانان داشته باشین ما سراپا گوش هستیم. تشکر. پیام ما مانند همیش برای جوانا یست که بکوشن، زحمت بکشن، از فرصت هایی که البته در امریکای شمالی خصوصا در دو کشور ایالات متحده و کانادا وجود داره استفاده خوب
به خاطر به دست آوردن اهداف شخصی و اهداف ملی و اهداف جهانی استفاده کنن. اهداف شخصی البته موفقیت در زندگی شخصی خودشان و کمک با اعضای فامیل و احترام به اعضای فامیل است و مسئولیت در مقابل ملت افغانستان، ملت فقیر و ملت ویران شده و ملت که نیازمندی های زیاد دارن و جوانای ما خصوصا در امریکای شمالی یگانه کسایی هستند که واقعا میتونن خدمات زیاد را در بازسازی افغانستان و در انکشاف تولیمرت افغانستان اجرا کنن، که ما البته در سفارت امیدوار هستیم که جوان ها از فرصت هایی که اینجا وجود داره استفاده کنن و در بازسازی افغانستان چی به شکل مستقیم و چی به شکل غیر مستقیم دخیل شوند. سفارت البته در خدمت تمام هموطنان خصوصا جوان های عزیز است. ما تقریبا از تابستان بگویم و حتی غیر از تابستان جوان های افغان های امریکایی داریم که میاین در سفارت انترنشپ میکنن یا ستاج میکنن که هم نه تنها بساب خدمت به وطن و مردم خود میشن، هم ما را کمک میکنن، هم خودشون تجربه حاصل میکنن. یک مثال بود که جوان ها مثلا میتونن در بازسازی افغانستان و در قسمت کمک به ارتقای ظرفیت در نهادهای دولتی افغانستان چی در داخل چی در خارج دخیل شوند و کمک کنند. بله. و دیگه امید ما همی است که جوان ها بکشند که بساب بتانند مرهبری افغانستان در آینده تقویه کنند و با مرور زمان بخیر بعد از نسل کنونی خودشان داخل رهبری افغانستان شوان و ملت و کشور به سوی روشنی و صلح و ثبات و موافقت اقتصادی و سیاسی در منطقه و در جهان بکشانن. دیگه ما در خدمت همه جوانان در واشنگتن هستیم، جوانایی که علاقه دارن در سفارت کار کنن، انترنشپ کنن، چی در تابستان چی غیر از او در خصوصیتی های دیگه کوتا مدت که دارن میتونن امرای ما از طریق صفحه اینترنتی سفارت که بارت از www.embassyofafghanistan.org است در تماس شوند. اپلیکیشن هایی که وجود داره فرمای زور خانه پوری کنند بعد ما بفرستن. ما امیدوار هستیم که از اینا بشنویم. بسیار عالی اشرف جان. قنچی ما میشه یک دفعه دیگه هم وبسایت تون یک دفعه دیگه هم بگوین که اگر کسی میخواست یاد داشت کنه میشه که یک دفعه میره یک دفعه دیگه هم تکرار کنین. چرا نه؟ بله. www.embassyofafghanistan کلشیا کلمه است embassyofafghanistan.org. و تا هم اگر از طریق سرچ انجن گوگل اینا بکشن جستجو کنن میتونن با آسانی صفحه اینترنتی سفارت پیدا کنن که یک بخش از او البته برای دمید ستاژا و انترنشپ ها در سفارت است که از او طریق میتونن امرای انترنشپ کوردینیتر سفارت در تماس شوند و تا امرای خودم شخصی میتونن نمبر تلفن ما در صفحه اینترنتی سفارت است در تماس شوند. ما فرصت هایی داریم البته هر سال و از تابستان بر اکتداد تا البته هر امکان تا عده که جای است در سفارت و کمپیوتر و دیگر تجهیزات دفتری وجود داره ما کوشش میکنیم که جوان هایی که علاقه دارن و تواد به میهن دارن با کمک بازسازی افغانستان دارن اینا رو جذب کنیم که تا باشه اونا یک چیزی بیاموزن و ما و کشور خود کمک کنن. چقدر زیباست و اینا از آل لیدرشپ یاد بگیرن. یعنی ما واقعا لیدرهای بسیار قوی در مملکت خود کار داریم که چون بمی سیستم هست که افغانستان میتونه انشالله ایره خوبتر بازسازی کنیم انشالله. در آن رهبری یا عدم رهبری در تاریخ افغانستان یک چالش یا پرابلم اساسی افغانستان بود. البته در پولی دیگه چالش ها و دیگه پرابلم ها که او را هم ما آگاه هستیم و واقعا افغان هایی که در
کشورهای پیشرفته و انکشاف یافته هستن و خصوصا جوانا، یعنی برایشون فرصت های زیاد وجود داره و واقعا در فرصت اینجا البته برای رشد از طریق تحصیلات عالی و کسب تجربه و در افغانستان فرصت بسابقه ای که بتانند احبار شوند در رشته تحصیلی خود، رشته مورد علاقه خود که چی ساینس باشه یا چی غیر ساینس علوم اجتماعی، خصوصا در مسائل سیاسی و اقتصادی که کشور ما نیازمندی های بیاد اندازه دارم. اما شما میگم که 6 سال اخیر یعنی دستاورت های زیاد داشته دولت افغانستان و مردم افغانستان، اما او دستاورت ها نیازمندی به دانشکار داره و دانشمند داره و نیازمندی به رهبری نو و جوان داره که ما امیدوار هستیم شخصا خودم که جوان ها گره هم بیاین با هم متحد شوند، انجمن ها ایجاد کنن، سازمان ها ایجاد کنن، از امیجا از شهرهای خرد در جای کستن یا کلان در داخل امریکا به شکل غیر مستقیم دخیل شوند. ایمیل ها رای کنن در جای به کانسل کانگرسمن ها بس رای که میدانن مستر خدمت خوب به افغانستان شوند. ما قبلا نمرای شما گپ زدیم بجی به این مسئله از طریق ایجاد گروپ های فشاری یا به اصطلاح انگلیسی گروپ های ادوسی گروپس است که از اون طریق میتونن خود کمیونیتی افغان ها یا جامعه افغان ها در چی در کانادا اگر اینجا هستن یا چی در داخل امریکا اینا موبیلایز کنن یا به شکل سیاسی فعال بسازن تا افغان های امریکایی از قوه رای اقرای خود مسائل افغانستان به فوکس سیاست امریکا و سیاست خارجی امریکا بیاورن و به صاحب توجه امریکایی ها به صاحب دنیای غرب بله بازسازی افغانستان و نگاه کنن و یک رول سازنده رو خودشان بازی کنن. راه مختلف وجود داره که جوان ها مثلا روی مشکلات که ما همه در این کشورها داریم نمیتونیم برای مستقیم به افغانستان خدمت کنیم. همینجه من بساس تجربه شخصی خود میفهمم که آدم میتونه هزارها رای دیگه است بسایی که اینجا البته وجود داره آدم به مراتب مزدر خوب خدمت بهتر خوب تر به مردم و به کشور خود شویم دیگه. مسئولیت تمام افغانست و علاوه خصوص از جوان ها که مو تعود داشته باشن با احساسات عمیق افغانی و با اتحاد بساب و اتحاد و همبستگی و برادری و وطن دوستی بکشن که یک چیز بتانیم زمی از فرصت که البته بر افغانستان پیدا شده. کل ما و شما میتونم که 6 سال پیش هم افغانستان هم افغانستان بود، اقصی افغانستان کسی نبود، یک کشور کوچک بساب غریب و بیچاره بله کلگی فراموش کرده بودن افغانستان اگر چونمو پرابلم هایی که ما بساب اکنون اقتدار شد داریم او وقت تا به مراتب بتر بود. بله حقوق بشری زیر پا میشد، طالبا بالای قدرت بودن، اما مکتب زنا افغانستان نبود. بله بله این مسئله واقعات 9-11 باعث ازی شد که جامعه برمیری دوباره داخل شوند به افغانستان و افغانستان رو پس به یاد بیارن و کوشش کنن که مجرد کشور آباد کنن. بله. او کار از اوناست و مسئولیت ما است که زمین فرصت که پیدا شده ما و شما متحد شویم، متحد زیر یک بیرق، زیر یک بیرق افغانستان، صرف نظر از تمام اختلافات نژادی و قومی و زبانی. بله. از این فرصت استفاده کنیم تا کشور ما مجددا آباد شود، جمهوری اسلامی تقویت شود، ما بتانیم بساب نسل های بعدی در کشور آرام، در کشور سعادتمند و با ثبات زندگی خود با آرامی مثل دیگر کشورها، مثل حتی اقتدار همسایه‌های ما زندگی خود را پیش ببرند. انشالله اشرف جان ایدری از دنیا تشکر. چیز گفتنی دیگه هم داشتین یا که میخواین که یعنی گفتنی دیگه هم دارین یا که همینجا اکتفا میکنین و میخواین خداحافظی کنین؟ گفتنی دیگه من ندارم، فقط بله. ما به تمام هموطنان دارا در سراسر جهان خارج از کشور خصوصا در امریکای شمالی
یک سال پر از سعادت، سال پر از خوشی و موفقیت و سالی که امیدوار هستم که تمام افغانان خصوصا جوانان در خارج از کشور مجدداً به کمک به افغانستان تعهد کنند و بکوشن تا کشور آرام شوه و مجدداً آباد شوه و ما در سفارت افغانستان و دیگر سفارت ها خارج از کشور در خدمت وطندارا هستیم. کوشش کنند داخل تمام جوان امرای ما از خدمات که ما یعنی از دست ما نیا استفاده کنند با هم چیزی بر کشور خود کنیم. و همچنان میتونن از شما راه های پیشرفت پرسان کنن، یعنی شما میتونین راه های خوبتر رو برشان نشان بدین. ضرور نیست انترشبه بخیرم در سفارت افغانستان، مثلا میتونن در سفارت های دیگه که شما با اونا کنکشن دارین روانشان کنین. تنها سفارت افغانستان نه، بلکه نمایندگی های افغانستان ما تقریبا در بیشتر از 50 کشور نمایندگی های سفارت هاست یا کنسولگری هاست. در امریکا ما یک کنسولگری داریم در لس آنجلس و یک کنسولگری در نیویورک و خود نمایندگی دائمی ملل متحد افغانستان به ملل متحد و دیگر کشورها مثل کانادا در اتوا سفارت داریم و در تورنتو کنسولگری. دیگر افغانهای و وطندارهای ما کوشش کنند که تماس شوند و بیاموزند از صفحه اینترنتی سفارت، از صفحه اینترنتی وزارت امور خارجه. اکنون بهترین صفحه اینترنتی داره وزارت با تمام معلومات هایی که هموطنان به او علاقه خواد گرفتن ببینن بیاموزن و از فرصت هایی که در اونجا راجع به اون معلومات داده شده استفاده نیک به خود و به جامعه خود و به کشور خود کنن. نگه ما همیش از جناب سفیر گرفته تا به تمام کارمندای سفارت وظیفه ما می است که با وطندارا در تماس باشیم و از اونا بشنویم و خدمت از اونا را کنیم و با هم کار کنیم که به فایده همه تمام شد. انشالله. خب اشرف جان ایدری، یک دنیا تشکر از وقتتان. با ای که در وکیشن هستین اما باز هم تمام روزتان ماتل بودین و آمدین روی خط و پیام نیک و خوبی که دادین بر جوانای ما. انشالله همی که ما کل ما یک جای شویم و گپ بسیار مقبول است، یکانه رای پیشرفت ما اتحاد خود ما است. بله. و دانش است و تحصیل است. بله. و با هم یک جای شدن است. و خب دستتان درد نکنه، خداوند سال نیکوی را بر شما و تمام فامیلتان و تمام کارکنای سفارت و فرد افغان در هر کجای گوشی دنیا که هست داشته باشه انشالله. تشکر. و از شما خداحافظی میکنم. باز هم یک دنیا تشکر. از شما هم تشکر. زنده باشین. خداحافظ. خب عزیزان، این هم بود پیام بسیار مقبول از اشرف جان حیدری، مستشار سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی. واقعا گفته که خب واقعا رقمی که اشرف جان گفتن یگانه رای اصلاح مملکت ما و رای پیشرفت خود ما چی در اینجا؟ در اینجا مگر ما اتحاد داریم و با هم همبسته هستیم و افغان یکی دیگه خود کمک میکنیم، باور کنین که در اینجا ما موفق میشیم. فقط ای که نیستیم باید هر کدام ما از خود ببینیم و از خود حساب کنیم. از خود حساب کنیم که این درست از هر کدام ما میگیم که امریکا نکرد یا اروپا نکرد. خب نکردنم، اما ما خود ما چی کردیم؟ آیا ما که اینم جمیلی که همیجه شیشته، ما به حساب افغانستان خود، به حساب همو وجدان خود که مقابل مملکت خود و مقابل هر افغان خود دارم، آیا ما چی کردیم؟ اینم اینجاست که اگر ما هر کدام ما با خود بگوییم، انشالله دست به دست میتیم و قوی میشیم. و ای که زبان کی هست، ای که مذهب کی، ای گپا مسائل کاملا شخصی، زبان تنها وسیله گپ زدن است. ما میتونیم حتی زبان نداشته باشیم اما با ساین لنگویج با یکی دیگه صحبت کنیم، فقط با نگاه میتونیم ما صحبت کنیم. اینا فقط کلش نفاق است که در بین ما انداخته میشه و امیدوار هستم که هم ما اینو درک کنیم و خصوصا جوان ها که واقعا چشم امید ما و تمام مردم افغانستان به طرف شما عزیزان است که شما هستین که سبای افغانستان میسازید. خب برها میریم به ادامه برنامه.
گفتم سفر ما داشتم در حج و نو از اونجا آمدیم و از اونجا هم گفتیم گزارشات ویدیو ثبت کردیم از هر قسمت که حالا با هم میریم همین ویدیو رو میبینیم. اولتر از همه باید میخواییم براتون بگویم که خود مکه معظمه همین خانه توسلی که است که ما دورش طواف میکنیم به سال یعنی یک دفعه در عمر خود اگر توان اقتصادی و فیزیکی و یعنی توان از هر نوع توانش داریم باز بر ما فرض است که بریم، نه بر کسی که اگر توان یعنی جسمی داره یا توان پولیش نداره یا مشکلات زندگی داره بر از اونا اصلا حج فرض نشده و حج خداوند باز هم اونایی که حجم نکردن و برشان میسر نیست خداوند ثواب از اون برشان در هم خانهایشان میده و جز از اینکه ما واقعا بدلها ببینیم و کوشش کنیم که مصرف خدمت شده باشه. حج هم همو دلهاست، دل به دست آوردن از هزار حج هم که بهتر است. خب اما اونایی که دارن خب این هم خداوند فرض کرده، وقتی که آدم واقعا حج میره میبینه که باید یعنی چقدر این فضایل دهی هست، چقدر خوبی های دهی هست که اون نفر یعنی توانایش داره اونجا میره و از این خود تقوا رو یاد میگیره، حوصله رو یاد میگیره و یعنی متوجه از این میشه که پول و داراییش و یا چیزایی که در پشت سر داره اینا اونقدر صحیح است که ضرور است در زندگی، اما چیزایی دیگه هم در زندگی ضرور است. یعنی گفتی از این مردم آدم هم بال میسازه. خب به هر حال همین کعبه چون در بین کوههای ها واقع است و بارها در طول تاریخ ای چون وقتی که آب آمده یا باران یا سیلابه ای را شوشته و خراب کرده، اما از سالهای بسیار قبل از اسلام و قبل از ادیان دیگر در وقتی که بت‌پرستی ها بوده، یعنی از بسیار قدیم این خانه عبادتگاه بوده و یک وقت بت‌خانه بوده، یک وقت تا ای که حضرت ابراهیم آمد و یک تا پرستی را آورد و موسکه بت را شکستاند و این خانه حال خالی است و فقط سه پایه داره و یک چراغ طلایی هم در مابینش وصل است و یکی از عزیزان ما که در درون خانه کعبه رفتن، خب نامشان هم اگرچه من اجازه را ازشان نگرفتم هم که آقای عتیق الله عتیق‌مل هستن که جنرال کنسول افغانستان در لس آنجلس هستن و اونا رفتن به درون خود کعبه، یعنی به درون خود همی خانه که پوش است از سیاه پوش است در داخل از این نه حرم در داخل خود خانه و در اونجا دو رکعت نماز نفل خواندن و من میخواستم که خودشان بیان چیم دید خود بگوین، اما بسیار خودشان هم از این مایوس شدن که نمیتونستن بیان چون امروز مصروف بودن و یک اپایمنت داشتن که باید او را میکنن. از او خاطر دیگه اگر اونا می آمدن و مو واقعا چیم دید خود که روز که رفته بودن و نماز نفل خواندن ای هم یک کیف داشت. خب حالا من به جای اونا گفتم که گفتن که وقتی که آدم به درون خانه کعبه میره واقعا از خود بی خود میشه، یک احساس عجیب و غریب بر آدم رخ میده که هیچ آدم گفته نمیتونه و دفعه اول وقتی که آدم میره کعبه رو میبینه این احساس ناخودآگاه اشکای آدم میآیه و آدم نمیفهمه که چی یک حالت است که در آدم میآیه. خب برای ازی که من زیاد پرگوشی هم نکده باشم همان میخواین کمی برن همین تیپ رو ببینیم، میریم همین رو میبینیم و همین کعبه که هست این تقریبا 12 متر عرضش است و 15 متر یعنی درازیش است و تقریبا 10 و 12 و 15 متر هم بلندیش است و پوش سیاه است که در 1927 حجاج مصری برای بار اول همین پوش یک پوش کرد خدا آوردن و برای کعبه انداختن که بعد از او هر سال همین پوش هم اندازن و این هم هست دیویدیه که میبینیم این درون خود حرم است، درون خود کعبه است و میبینیم که مردم طواف میکنن و هم هر کس دعا میکنه و بعد اونجا هر کس دستش بالاست و از خدا بخشش میخواید و از خدا خب آرزوهایی که دارن میخواید و واقعا با یک آرت بسیار مقبول ساخته شده. این خود کعبه است از منزل دوم
و شما میبینین که چقدر نفر است که در اینجا آمده و این تقریبا دو سه روز پیش از حج است و قسمت پایین زمین خود کعبه است که به حساب فلور است و اصلا سه طبقه است، در اصل چهار طبقه است چون یک طبقه زیرزمینی است که در اونجا کس طواف نمیکنه و سطح زمین روی کعبه است که حالا میبینین و طبقه دومش است که امو قسمتی که آرچ آرچ است در اونجاست و طبقه سوم که سرش باز است و میبینین این تعمیرات است که در طور کعبه ساخته شده و اکثر این تعمیرات میگن که از فامیل کینگ است و خب دیگه یا مربوط خود کینگ است، اما بسیار بیرحمانه و خیالم که یک ذره در این کار شده چون در بیترین جایا و بیترین منزلای کست از کینگ و خاندان کینگ است، اما مردم دیگه فوق‌العاده با فقر زندگی میکنن. این منزل بیرون خود حرم است و این دروازهش است که میتونین برین درون و اینا هم همش این قسمت رو گرفتیم خواستیم نشانتون بدیم که چقدر کوه هاست، یعنی امی کعبه که در بین کوپایه ها ساخته شده که این کوره اینا مجبور هستن قطع کنن خاکایش بکشن بیرون تا امی اوتلا ساخته شده. حتی بعض اوتلا رو وقتی که شما دروازه تون رو باز میکنین کاملا در یک کوه باز میشه، هیچ چیز شما نمیبینین بجز از یک کوه و ایا مردم ها هستن که میرن برای طواف و میرن برای زی که خب عبادت کنن و وقت نماز که میباشه فوق‌العاده بیروبار میشه تا مردم در سرک ها هر کس در هر جایی که برابر شده اونجا فقط جای نماز خود مندازه و یا مترکایی میرن و اونجا نماز میکنن و واقعا این کیفش آدم نمیتونه با گفتار یا با DVD یا با یک ثبت یک فیلم ایره نشان بده. این وقته که آدم میره اونجا میبینه چون درش معنویت است، چیزیست که او اصلا بروی پرده یعنی یک کمرا آمده نمیتونه و امیدوار استم همه کسایی که آرزو دارن اونجا یک روز برن و من خودم یک حج عمره کردم برای از او کسایی که واقعا آرزو داشتن و امروز در بین ما نیستن، میخواستن یک روز برن در حج و اونجا برن حج کنن اما به هر دلیلی که بود نتونستن که برن، یا مریض بودن یا پولش نداشتن اینا و یا اونایی که حال مریض هستن و یا پولش ندارن، من خودم یک حج عمره کردم برای از این نفرم که خداوند ثوابشه برای همو هموطنای ما که آرزو داشتن و نتونستن برای از اونا ببخشه و این شب کعبه است فوق‌العاده زیباست، خصوصا از طرف شب وقتی که آدم در منزل بالای بالا میره که چون میبینه سرواز است و آسمان ها را آدم میبینه با ستاره ها و پایین میبینه که کعبه است واقعا دلانگیز است و خداوند همه کسایی که آرزو دارن با آرزویشان برسانیشان و این بامش است، اما منزل سیوم است که اینجا هم دو بج شب است و مردم ششتن عبادت میکنن و وقتی که اونجا هستین اصلا شب و روز براتون معنا نداره، هیچ فکر نمیکنین که شب است یا روز است. از امون خاطرم آدم چون زیاد میره و میای و اینا هم شب و روز آدم هم چی میشه آدم خستان میشه و هم چون مردم از هر گوشه دنیا میاین اگر 10 نفر یا 100 نفر یا 1000 نفر مریض باشن خب بعد از 2-3 روز چون ازدحام است و همه پالو در پالو هستن همون سلفا و ریزش و اینا حتما کلگیره میگیره. خب این هم همون مناره هاییست که یا کعبه است در قسمت پاککاری اینایش بسیار زیاد کوشش میشه، هر چند دقیقه بعد یک گروپ میاین و یک دسپان مندازن و بعد از او ایره کوشش میکنن که پاککاری کنن و بسیار چیزای خوشبوی مندازن که واقعا بسیار خوشبوی است و این هم همو امارت ها است که میبینیم که چقدر بالاتر از حتی خود کعبه بسیار بالاتر ساخته شده که هتل ها اگر باز همه آدم های پول دار و پیسه دار در اینجا میرن از اونجا میتونن در این کعبه رو ببینن و این هم منزل سیوم است به حساب
روف است که همه چیشتن و عبادت میکنه و میبینین کانسترکشن ادامه داره. من یک 5 سال پیش رفته بودم که یعنی فوق العاده تغییرات دیش آمده، بسیار تعمیرات طلای سابقه از بین بردن و به جایش همین آسمان خراش حال ساخته میشه که در اطراف کعبه است. یکان دفعه آدم واقعا می وقتی که در سر خود حرم شیشته و دعا میکنه، وقتی که سر خود بالا میکنه آدم یه آسمان خراش ها میبینه، یک رقم هم احساس آدم چی میشه، چون میخوای با آسمان باشه. خب دیگه هست پولی، ای هم قسمت منزل دوم است که واقعا با یک آرت بسیار مقبول ساخته شده. اما اونجا وقتی که آدم میره انقدر متوجه معنویات هست که از زیبایی و مقبولی آرت و اینا دیگه آدم انقدر چیز نمیشه. و ای هم صحنه خود یعنی فلورش هست که میبینین چقدر نفر است و اینا چقدر نفره که میرن و زن و مرد همگی پالود پالو. باور میکنین که آدم اصلا احساس از زیرنه و انقدر مردم با پیس و یک رفتار است، یک حالت است که هیچ او به زبان نمیشه که من براتون بگویم که چقدر مردم با پیس و چقدر یکی دیگر یعنی خاطر یکی دیگر میخواین و همگی چقدر اشک ها سر کرده و برای کارهایی که کردن و یا میکنیم در آینده ها برای زو بخشش میخواین و واقعا بسیار زیبا واقعا. خب او عزیزایی که نرفتن این میتونه برشان یک آیدیایی بده که چه قسم است. اونجا میبینین خود فلور است و باز همه قسم اینجا میبینین که پاکاری که بیشتر براتون گفتم یک حلقه جور میکنن و به می شکل یعنی یک چند متر حلقه کرده و رو پاک میکنن باز میرن به جای دیگه. یعنی فوق العاده پاک است و فوق العاده خوشبویی و زمینشون میگن زیر سنگای مرمره که کلش از مرمر ساخته شده یک سیستم ایر کندیشن در زیرش است که از او خاطر یعنی داغ نمیشه، چون با وقتی که هفته هست واقعا سنگ مرمر میفهمین که بسیار گرم میشه. اما پایتانه که میمونین آنقدر یخ و دلانگیز است که آدم هیچ احساس نارامی نمیکنه. به اینجا میبینین زیبایی آرتی که ساخته شده که چقدر زیباست. اما باز هم میگم که هیچ آدم متوجه از زیبایی های آرت اونقدر نمیشه و در هر گوشه چی در داخل چی در بیرون آب زمزم ماندگی است و گلاس های پلاستیکی پاک در یک سون و برای به حساب از اینکه گلاس هایی که آب میخورین به یک سون دیگه ماندگی است گویش که استفاده شده بازور در قسمت دیگه مندازیم. این هم تقریبا 2:30 یعنی صبح است. بعض مردم میرن در نماز و بعض مردم هم میرن که وقت طواف خدا میکنن برای زی که زیر بیروبار کمتر میباشه یا هوا سردتر است. حالا صفه و قلاده زیباست. انشالله همه کسایی که آرزو دارن خداوند برسنه برای آرزویشن و یک روز انشالله اونجا برن. این پیش روی دروازه است که از یکی از دروازه ها آدم میره درون و تقریبا میگن 99 دروازه داره خود کعبه. اما میره فقط شنیدی مردم هستم، میره خودم سرچ نکردیم، سرچ کردم نیافته بطور دیگه. همه قدر میگن که دروازه ها هست.
نشانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که بی آمنه در اینجا کلانش کرده و این خانهش است که بسیار نزدیک تقریبا 100 متر یا 50 متر از خود کعبه دور است و در پالویش اینجا که میبینین این میگن اصلا چای زمزم در همینجا است و میبینین که مردم از اینجا لنگ گرفتن و آمدن از اینجا او میگیرن و خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که هست در پشت سر از این چای زمزم حتما دوباره اکشاتش نشان میدم و این خانه است که کلان شدن و در اینجا زندگی کردن. خب واضح است که خانه به این شکل نبوده و حال منزل دوم وقت نداشته و حال ساختن و حال هم این بیسه مکتب است، بیسه یک کتابخانه ازش استفاده میکنن و اما در دورش ترش و خاک و اینا که من نمیفهم که یعنی مسئله سیاسی از چی است، چرا سعودی غم از این نمیخوره و این پاک نگاه نمیکنه، چون یک جای بسیار یعنی مهم است از نگاه تاریخ هم که در اینجا پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اینجا کلان شده و این خانه است که در اونجا زندگی کرده. خب این هم قسمت های آرت است که در اطراف کعبه است. این قسمت نو میسازن به خلاف قسمت دگام زیادتر کلانتر میکنن یا بهش عد میکنن و این هم قسمت بازار هاست که میبینین نام خدا چقدر پر و یاددم از مندهی کابل میاید و خواستیم شاتایم از بازارها از این نام برتان بگیریم از او خاطر. قسمت کوی هراسته، همون کوی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجا برای عبادت می‌رفتن و برای اولین دفعه سوره اقرا به اسمی که در همینجا برشان نازل شد. واقعا این کوی یک عظمت داره. وقتی که اونجا آدم میره، اولا برای اینکه در اون قسمت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عبادت می‌کردن از یک جای بسیار تنگ است، از مابین دو سه سنگ است که آدم باید از او یعنی یک بغله و با یک فشار خود از درون از او سنگ آدم تیر کنه و بعد از او تا به او طرف دیگهش بره که او طرف جایی بوده که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجا میشیشتن و برای عبادت میرفتن و واقعا جای واقعا زیباست و از اونجا شما میتونین کعبه رو ببینین، سعی کنین این شاطر که ما از امو قسمتی که اینا میشتن عبادت میکردن شما میتونین کعبه رو از اونجا ببینین و ای کم کم دیگر هم شده بود و واقعا یک فضای عجیب و غریب داشت و اصلا دل آدم نمیشد که از اونجا پایین شبه و چون یک ذره سخت است بالا شدن در اونجا. باز هم من نمیفهم که حکومت سعودی چرا امیر زینه نمیسازه و اینجا ترش فوق العاده در اطراف زیاد و شادی ها در اونجا زندگی میکردن، یک شادی ها فوق العاده زیاد و ما خیلی شات های هم ازش گرفتیم و تا یک چند بز وحشی هم در اونجا بودن. یک قسمت بالاست که در اونجا مردم یعنی فروش اینا میکنن و باز پس از او پایین میشین و در اون قسمت است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میشن عبادت میکنن. خب این هم قسمت از شهر خود مکه است که گفتیم خب یک شهرش هم ببینید فوق العاده خشک است و فوق العاده کوهپایه و کوه هم کوهای بسیار خشک که در اونجا یعنی بسیار سخت یک چیزی میتونه در اونجا بروه. او در پایین کوک میبینین یک کانال است که این زن هارون رشید یک خو دیده بود و یک کانال او کشیده از مکه به عرفات که چون عرفات وقتی که شو که مردم در اونجا میباشن او هم نیست و یک دشت است، از او خاطر یک خو دیده بود و بسیار یک کانال مقبول را کشیده از مکه تا عرفات هم یعنی یک فاصله زیاد است، همی کانال کشیده که حال خراب شده دیگه به خیالم که کارم نمیده. خب این هم همون قسمت است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همین مسجدی که دیدین همین مسجد اینا برای عرفات در همین مسجد برای اولین بار آمدن
و ایره که نام از این هم اینجا میبینیم که چقدر ایکوپایا ها همش خشک است و همش بدون سبزه و آب. این قسمت مناسته که در اینجا یعنی یک شو پیش از عرفات آدم می باشه و این در قسمت منا در سر تپه این بلدنگ بسیار بی سر و بی پا و مقبول را که جور کردن، این از این فامیل کینگ است که واقعا بسیار مقبول ساخته شده و خب دیگه کینگ در هر جای هم چیزای مقبول و خوب بر خود و بر فامیل خود ساخته. ایرم خواستیم که چند شات از این برتن بگیریم که نشان بدیم و این هم امو خیمه هاییست که هنوز به منا مردم نامدن، پیش از او ساخته شده و این اوتلایی که میبینین بعد از این سعودی کوشش کرده که همین خیمه ها از بعد از بین ببرن و در اینجا اوتلایی بسازن که مردم بعد از این بعض خیمه ها در اوتلا باشن که این خودش تقریبا یک 5 سال دیگر بخیرم در بر میگیره که تا این ساخته شده. و ای هم همو کوی هراست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجا عبادت میکردن. میبینیم که چقدر نفر میرن و کیل کو تا که همو قسمت را که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عبادت میکردن در اونجا ببینن و در اونجا اما میرن دو رکعت نماز نفل میخوانن که خداوند قبول کنن ما همه میکار کردیم. اول باید به سر کو برین، باز از اونجا آدم دور میخوره و با آدم ایران میمونه که یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چقدر یک جای پیسفول، یک جای آرام و یکقدر یک جای مقبول و زیبا را پیدا کرده. خب این هم قسمت مدینه است. حالا آمدیم در مدینه که واقعا فوق العاده مقبول ساخته شده و خود زیارت مدینه فوق العاده کلان است. تقریبا میگن 2 میلیون نفر در جای میشه و در این طلا هم زیاد به کار رفته. همین چراغایی را که میبینین اکثریتش از طلا ساخته شده، دروازهش از طلاست و یعنی فوق العاده پولش بسیار زیاد مصرف شده و واقعا بسیار مقبول هم هست. و این هم قسمت از مدینه است و حالا هم میریم به قسمتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خودشان زندگی میکردن، قسمت خانهشان است که و به پشت نمی قسمت خیمه ها که میبینین از طرف روز اینا پخش میشه، از طرف شب اینا رو جمع میکنن و می قسمت سبز که است این قسمت مسجد اول است که در اونجا بوده و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجا زندگی کردن و این مسجدی که ساختن که قبرشان هم یعنی در همین قسمت، این قسمت سبز که است ایره ترک ها ساختن که از قدیم است کمتر مانده و یه قسمت دیگه است که نو بهش عد شده و همین به حساب گنبد سبز هم هست، همون گنبد اولی است که وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در همون هجرت خود از مکه به مدینه آمدن همین مسجد ساختن و در همینجا زندگی کردن و همچنان در همینجا هم دفن شدن و میگن حضرت عمر و حضرت ابوبکر هم خلیفه اول و دوم اسلام هم در همینجا پیشون دفن است و
همچنان اما میرابی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در بالای زو بالا می شدن و در اونجا خطبه می دادن که امو رام از دور یک شاد گرفتیم، اجازه نیست که آدم در نزدیکش بره و امو رام شما می تونین نال نشان می تونین ببینین و همچنان امو قسمت بامی که بر دفعه اول بلال حضرت بلال در اونجا رفت و در اونجا آزان داد، حال هم همو رو با اون شکل، خب با اون شکل نی با شکل مادرنش ایده درست کردن که حال هم همی کسی که در آزان میته در مدینه و خطبه میتن اینا در سر همو بام به حساب میرن و او رام از دور به کمره نشان میتن باشین که یک ذره بسیار سخت است چون اجازه هم نیست که در بسیاری جایی های ازی آدم بره، باید از دور آدم ببینه در ازی که بسیار جایش بند کردن و خصوصا در اون قسمت که خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دفن هستن. وقتی که از نفرایشون ما پرسیدیم گفتن که در داخل خودم چوب و یا فنسی که در دورش گرفتن گفتن بسیار قبر عادی است، یعنی تو نیست که مرمر ساخته باشن یک چیزی، اما در نزدیکش هیچ کسی اجازه نداره بره و جز هم کسایی که میرن بر پاکاری و حتی خانهشان به خانه بی بی فاطمه زهرا در همونجا هست که در اون قسمت ها هم هیچ کس اجازه نداره بره و جز کسایی که میرن برای پاکاری و اینا. و این هم مناره های مقبول مدینه است و بیرون و واقعا یک زیبایی خاص خود داره چی در روز و چی در شب. و یک شب که ما اینجا بودیم شب مهتاب هم بود، خب مهتاب خورد دیگه، واقعا چند شبه بسیار زیاد زیبا بود و ما برای همتون دعا کردیم، برای تمام هموطنهای خود و برای افغانستان عزیز که انشالله افغانستان خداوند یک مملکت پیشرفته و یک مملکت خوب بسازه. خب اگر دعای ما گناهکار هم قبول شود انشالله خدا مهربان است و امیدوار هستیم که مملکت بیچاره ما هم بایست یک مملکت. این همون قسمت منار سبز، اما گنبد سبز است که براتون گفتم در زیر از این گنبد خود قبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است با دو خلیفه اول و دوم اسلام و در یعنی تقریبا در طرف دیگه از امی و سرک به نام زیارت بقیات میکنن که اونجا تمام فامیل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نواسایشان و کواسایشان در اونجا دفن هستن و میگن بسیار کسای دیگه هم دفن هست، همون پنجره ها که بود همون قسمت هست. این قسمت همون منبر است که میرابی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در بالای ازی میششتن و در اینجا خطبه میدادن. و طرف دست راستتان که ببینین همون جایی است که من گفتم بلال برابر اول در اینجا رفت و آذان داد. این همین قسمت است که حال هم در اینجا امام که مدینه که چیز میان خطبه میتن و آذان میتن در از اینجا است. و بسیار سختگیری ها در مدینه بسیار زیادتر است نظر به مکه. زنا باید از یک طرف برن، مردا به یک طرف و در یک قسمت یعنی زنا را میشه نمیمونن، ساعتای به خصوص باید باشه که آدم بره و در اون قسمتی که واقعا خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوده و قبرشون است در نزدیک از اون آدم بره و دعا کنه نماز نفل بخونه. خب عزیزان خدا کنه که این سفر هم که داشتیم در مکه و مدینه شما را هم خوشتان آمده باشه، حتما آمده خوب و ازش لذت برده باشین و یک آیدیایی داده باشه از اینکه کوالیتیش واقعا چون با یک کمری عادی گرفته شده بود و بعض وقتا با حرکت کردن با یکی را می رفتیم این ویدیو کردیم، از او خاطر در او بارا هم معذرت می خواهیم. خب فقط یک گزارش بود که شما هم ببینین که در اونجا چی بود. خب ایزان یک شعر هم نوشته کردیم، نامش از دل همیرم می خوانم برتان و به خیالم بعد از این یک قصه کوتاهی بسیار مقبول هم داشتم، هم فکر میکنم وقت بر از اون نداشته باشیم و باز اون قصه رو میمانیم، شالا هفته دیگه با شما هستیم میخوانیم. حالا می شعر میخوایم براتون بخوانم که امیدوار هستم که شما هم خوشتون بیه و نامش هم هست دل. سفر کردم برای دل تا باز یابم مقامی دل، به سوی مکه باز رفتم تا که یابم صدای دل. سفر کردم برای دل تا باز یابم مقامی دل، به سوی مکه باز رفتم تا که یابم
صدای دل. به مکه چون رسید جانم، دگر نبود سراغ از دل. همه عشق شد، همه آب شد، تو گویی مام شد باز دل. ز خود بی خود شدم یک بار، ز خود بی خود شدم یک بار، ندانستم کجا رفت دل. چوباز بر خود برگشتم، برفتم باز سراغ دل. ز خود بی خود شدم یک بار، ندانستم کجا رفت دل. چوباز بر خود برگشتم، برفتم باز سراغ دل. بسی شرمنده از روزگار، زهر کردار و هر گفتار، توبه کردم و این خواستم، اگر باز پاک شود این دل. بسی شرمنده از روزگار، زهر کردار و هر گفتار، توبه کردم و این خواستم، اگر باز پاک شود این دل. همه دیدم که گریانند، همه دستا به آسمانند، همه بخشش ز او خواهند، چه غوغا بود میان دل. بسی شرمنده از روزگار، زهر کردار و هر گفتار، توبه کردم و این خواستم، اگر باز پاک شود این دل. مگر در دل چی حکمت هست، همه این را گویند از دل. که این خانه را پاک خواهم، و این را کرد تمنا دل. مگر در دل چی حکمت هست، همه این را گویند در دل. که این خانه را پاک خواهم، و این را کرد تمنا دل. چو دل پاک شد به خود می گفت، که این را بایدم میش گفت. چو دل پاک شد به خود می گفت، که این را بایدم میش گفت. به دلها سر بزن جانم، که حج باشد سراغ دل. چو دل پاک شد به خود می گفت، که این را بایدم میش گفت. به دلها سر بزن جانم، که حج باشد سراغ دل. جمیله لرزه در دل یافت، زو این را همیشه خواست. خداوندا تو کمک کن، تا مرهم باشن در هر دل. جمیله لرزه در دل یافت، زو این را همیشه خواست. خداوندا تو کمک کن، تا مرهم باشم در هر دل. خب واقعا دل هست که همه چیز زندگی است، و چنانچه شاعر هم گفته که ایره از خردی تا حال ما همیشه شنیدیم، میگن که دل به دستار که حج اکبر است، که از هزاران کعبه یک دل بیتر است. واقعا دل به دست آوردن حکمت است، حکمت انسانی است، و امیدوار هستم همه ما دلا را به هم بتیم، همه ما رم و شفقت و مهربانی در دلهای ما باشه، با یکی دیگه دوست باشیم و به فکر کمک کردن به یکی دیگه و به بشریت باشیم. انشالله به می امید. خب بر ما پژمان جان هم میگن که وقت نداریم و وقت ما به پایین رسید، بسیار زود هم گذشت. باز هم برای یک و یک شما عزیزان صحت و سلامتی میخوایم. حجام که بر اونایی که نرفتن کردیم، خدا کنه شما هم قبول کنین،
و خداوند هم انشاءالله قبول کنه و ثوابش ما بر شما ها بخشیدیم. دیگه هفته خوش بر یک و یک شما میخواییم و خصوصا بر جوانان عزیز ما که امیدوار استم همشون احساس مسئولیت خود کنن که افغانستان سبا به دست از اوناست. روی همیتون میبوسم، هفته خوش برتان میخواییم. خداحافظ. با من خدا. و تحصیلات مسلکی کانادایی در خدمت جامعه افغانی، وارد کننده مستقیم کلیه پرزجات موترهای جرمنی، ژاپنی و آمریکایی جدید و دست دو با قیمت‌های فوق‌العاده مناسب و غیر قابل باور، ترمیم و تعمیر هر نوع موتر، نصب انجین، ترانسمیشن و سایر پرزجات، خرید و فروش موترهای جدید و دست دو با قیمت‌های خیلی مناسب، کار خوب، قیمت مناسب در وقت کم، با پرسنل فنی و مسلکی، همه روزه در خدمت هموطنان عزیز ما و همزبانان عزیز ایرانی و تاجیکی. آدرس 415 کینیدی رود در تقاطع سن کلیر و دنفورد. خط تماس با محترم شانسیر 416-264-86-77. با استفاده از اعلان تلویزیونی خراسان 10% تخفیف برای همشهریان عزیز ما.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز در برنامه کتاب که دنباله یک ساعت پیش است که ادامه میتیم. خدا کنه که مورد توجهتان قرار بگیره. بینندگان عزیز، اشتباهاً سیگنال صدای بیننده انداخته شد. صدای بیننده را ما ساعت 3:30 انشالله که آغاز میکنیم و مهمان عزیز ما که اگر پروگرام ما را میشنون، ما برنامه ما 3:30 شروع میشه. و همچنان بینندگان عزیز، ما در قسمت آخر سوانی مختصر آقای مرحوم غلام محمد غبار میخواهیم بخوانم و آثاری که از اونها باقی مانده. همچنان بینندگان عزیز ما که انتقاد و پیشنهاد دارن در ارتباط کتاب، باز هم برای ما تلفن کنن وقتی که